سلام، من نادیه هستم. به چنل یوتیوب من خوش اومدید. تو این ویدیو میخوام براتون از مزایا و معایب دانشگاه فرهنگیان بگم. پس اگر به شغل معلمی علاقه دارین و یا اینکه در صدد ورود به دانشگاه فرهنگیان هستین، این ویدیو میتونه بهتون کمک کنه. من دانشجو معلم ترم 8 هستم، رشته آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه فرهنگیان مشهد. من قبل از اینکه به دانشگاه ورود پیدا کنم، کسی نبود که از معایب و مزایای دانشگاه خیلی برام بگه و فقط شنیده بودم که حقوق داره، بیمه داره، نمیدونم آینده کاری تضمین شده داره. ولی کسی از چالش‌هاش و در واقع چالش‌هاش و مشکلاتش با ما صحبت نکرده بود و ما وقتی وارد دانشگاه شدیم، دچار برن اوت و یه جور زدگی شدیم و برامون سخت بود که با این موضوع کنار بیایم. هم من هم همه همکلاسیام. بنابراین اگر شما الان این موضوعات رو بدونید و با چالش‌هاش آشنا بشید، شاید بعد از ورود به دانشگاه با سختی‌هایی که ما مواجه شدیم روبرو نشید. بریم با مزایا شروع کنیم. اول، حقوق. میدونید که شما وقتی وارد دانشگاه میشید 4 سال کارشناسی میخونید و توی این 4 سال هم برای شما سنوات محسوب میشه، یعنی به سابقه کارتون اضافه میشه این 4 سال، و اینکه به محض ورود به دانشگاه شما حقوق میگیرید و خب این برای یک دانشجو فوق العاده است. 2، خواستگار. میدونید که دانشجوهای دانشگاه فرهنگیان معمولاً آدم های خیلی خوبی هستن و از خانواده های محترم و خوبی میان، چون که موقع مصاحبه و ورود به دانشگاه قربال میشن و از هزار تا فیلتر رد میشن. بنابراین معمولا با آدم های خیلی خوبی سر کله میزنیم، سر کار داریم، و اینکه خیلی از افراد دوستان که با یک فردی که در دانشگاه فرهنگیان تحصیل میکنه وصلت کنن. پس این موضوع شاید براتون مهم باشه. 3، عنوان یک فردی که توی جامعه هستی، به عنوان یک فرد فرهنگی و به عنوان معلم کشور، شما هر جا برید و بفهمن که فرهنگی هستی، خیلی بهتون احترام میذارن و این حس واقعا ارزشمند بودن و حس خیلی خوبی به شما میده. مورد 5، هم دانشگاهی های خیلی خوب. همونطور که یکم پیش گفتم، وقتی وارد دانشگاه میشی شما از خیلی فیلترها عبور میکنید، مصاحبه میشین، تحقیقات محلی میان، هم بین همسایه ها، هم توی مدرسه، دبیرستان که تحصیل میکردید. بنابراین معمولا کسایی که چرس کنم 99.9% دانشجوی فرهنگی ها آدم های خیلی خوب و واقعا با دین و ایمون و انسانن، بهتر بگم. بنابراین شما اگر لپتاپ و گوشیتون و هر شیء دیگه متعلقاتتون رو وسط حیاط دانشگاه بذارید و برید و بعد چند سال برگردید، کسی به اینا دست نمیزنه، چون که هم دانشگاهی واقعا انسان و خوبی داریم و کسی که توی دانشگاه فرهنگیان هستن خودشون رو شأنشون رو بالاتر از این میدونن که بخوان کارهای خلاف عرف و کارهای غیر انسانی انجام بدن. و مورد آخر، محیط کاری امن. شما وقتی به عنوان یه معلم یا دبیر وارد مدرسه میشید، در واقع با قشر فرهنگی سر و کار دارید و خطری تو محیط کار تهدیدتون نمیکنه و اون تایم کاریتون یا با دانش آموزانتون میگذرونید یا با همکاراتون و هیچ خطری این وسط تهدیدتون نمیکنه. بنابراین معلمی به خاطر همینه که یکی از بهترین شغلا برای خانماست، چون محیط کاری سیف و امنی داره. بریم سراغ معایب. اولین مورد، این که میگم شاید عیب به حساب بیاد، شاید مزیت به حساب بیاد، you choose، ولی تک جنسیتی بودن دانشگاه، یعنی شما یا دانشگاهتون دختران است یا دانشگاهتون پسران است، دانشگاه دختران و پسران از هم جداست. 2، دانشگاه فرهنگیان خیلی کوچیکه. شاید شما به خودتون فکر کنید که واو، دارم میرم دانشگاه، یک فضای خیلی بزرگ هست، فضای سبز هست، این کمپس اون کمپس، ولی اینطوری نیست. دانشگاه فرهنگیان خیلی کوچیکه و شاید شما واقعا شوکه بشید وقتی که واردش بشید. این حس به من دست داد. وقتی وارد دانشگاه شدم به خودم گفتم که این دانشگاه است؟ مگه نمیگفتن دانشگاه؟ این واقعا دانشگاه است، اندازه دبیرستانمون بود، شاید 2 تا دبیرستانمون، ولی خب به هر حال خیلی کوچیکه. دلیلش هم اینه که دانشگاه فرهنگیان رشته های معدودی رو پذیرش میکنه، یعنی همه رشته ها رو نداره، بنابراین دانشکده های خیلی زیادی نداره، شاید 1-2 تا باشه، 3 تا باشه، 3 تا ساختمون باشه کلا، و حالا یکی خوابگاه است، یکی ساختمون اداری، یکی ساختمون آموزشی و غیره. خیلی کوچیکه ولی اذیت کننده نیست، بهش عادت میکنید. مورد بعدی، کسریات حقوقتونه. شاید این موضوع الان براتون خیلی قابل درک و قابل لمس نباشه، ولی
وقتی مثل ما دانشجو بشید و حقوق بگیرید و با فیش حقوقی سر کار داشته باشید، متوجه میشید که این همه کسری برای چیه؟ به چه دلیل این مبلغ از من کم شده؟ به چه دلیل اون مبلغ از رو حقوقم کم شده؟ و این محدود به دانشجو معلمان نیست و حتی معلمان درگیر این قضیه هستن و nobody knows، واقعا کسی نمیدونه که دلیل این کسری چیه. باید باش کنار بیاین و مورد بعدی، غذای بد. من یادم نمیاد که رو هم رفته توی این 4 سال دانشجویی 4 بار بیشتر توی صرف غذا خورده باشم، اونم مجبور شدم. فکر میکنم کلا دانشگاه ها غذاهای خیلی خوبی نداشته باشن و دانشگاه فرنگیانم مستثنا نیست، غذاش واقعا خوب نیست و من هر وقت که موقع نهار دانشگاه یا با خودم نهار میبرم یا دونات و کیک و بیسکویت و اینجور چیزا میخورم، تو صرف غذا نمیخورم چون اصلا دوست ندارم. و مورد آخر، منطق محروم. شما میدونید که بعد از اتمام 4 سال دانشجویی و تحصیلتون توی دانشگاه باید برید و تدریس کنید و این تدریس از مدارس سطح 6 شروع نمیشه، باید برید منطقه محروم. موقع ثبت نام و انجام کارهای اداری شما تعهد میدید که حداقل 5 و حداکثر 8 سال باید تو منطقه محروم تدریس بکنید. البته تو پرانتز بگم که این 5 تا 8 سال ممکنه متغیر باشه به دلیل مختلف، ولی استاندارد عرفش همین 5 تا 8 سال هستش. و اینم توی پرانتز بگم که منطقه محروم که الان شما میری با منطقه محرومای قدیم خیلی فرق می‌کنه. تو نیست که گرد دمالتون کنه یا آب و برق و گاز نداشته باشید، نه دیگه، حتی منطقه محروم و روستاها هم پیشرفت‌های خودشو داشته. درسته امکانات سطح شهر رو نداره، ولی بازم کاملا خوبه و میتونید زندگی راحتی داشته باشید. ولی اون منطقه خیلی 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 محروم هم هنوز سر جاش هست دیگه، این دیگه به شانس شما بستگی داره که کجا بخواید تدریس کنید. ولی در کل اگر وارد دانشگاه میشید و وادی تدریس و فرهنگی بودن، این موردش هم باید در نظر بگیرید. خب این بود همه چیزی که من لازم دونستم بهتون بگم، امیدوارم براتون مفید بوده باشه. اگر هر سوالی دارید توی کامنت ها بنویسید، حتما بهتون جواب میدم.